یه سوال دیگه هم دارم آیا میتونیم بگیم خانواده هایی که از لحاظ اقتصادی تو قشر متوسط و متوسط رو به پایین حتی هستن میتونیم بگیم که بچه های اینا بهتر تربیت میشن؟ کسایی که پول دارن بچه هایی تربیت میکنن طرف کارخونه داره بچهش فقط ماشین آنچنانی داره این اون رو سوار میکنه میرن ویلای شمالشون پس این بچه یاد نمیگیره کارخونه باباشو چجوری اداره کنه نتیجهش اینه که من احتمال میدم ظرف 20 سال آینده اکثر برندهای ایرانی نابود میشه چون اون کارخونه داره نتونست به بچهش یاد بده کارخونه رو چجوری اداره کنه مون اونی که قشر پایینتره ضعیفه اصلا از کمیته امداد میاد بیرون انقدر ضعیفه اون به فکر پولدار شدنه پس یه عالم پولداری داریم که ظرف سی سال آینده از دل کمیته امداد میان بیرون و یه عالم پولدارایی رو خواهیم داشت که الان پول دارن ولی ظرف سی سال آینده حسابی شکست میشن هوش اقتصادی یه هوش آیا به بچمون یاد میدیم هوش اقتصادی چه جوری شکل بگیره اون وقت میتونیم انتظار داشته باشیم آینده بهتری داشته باشه تو زمینه مالی نمیگم خوشبختی به هر حال پدر مادری فرق نمیکنه پول دارن یا پولدار نیستن اگه برنامه ریزی دارن برای هوش اقتصادی بچهشون قطعا موفق ترن فقط اونایی که زیر خط فقر زندگی میکنن دوست دارن بچه هاشون زیر خط فقر زندگی نکنن من میگم همشون دوست دارن پس چرا یادش نمیدن که زیر خط فقر زندگی نکنه چرا؟ چون خودشون بلد نیستن اگه بلد بودن که خودشون از زیر خط فقر نجات میدادن پس این آدمایی که زیر خط فقر زندگی میکنن فقط میتونن به هاشون یاد بدن چه جوری زیر خط فقر زندگی کنی از اون طرف اون پول داره به بچهش یاد میده که هر چی که خواستی من برات فراهم میکنم بچه میگه تبلت میخوام بابا سری تبلت میده بچه میگه لپتاپ میخوام بابا سری لپتاپ میخره بچه میگه ماشین آنچنانی میخوام بابا سری میخره آیا تونست به بچهش یاد بده اون راه سختی که من رفتم تا پول دار شدم تو باید بری اینو اونام یاد نمیدن اونا میگن من سختی کشیدم الان به اینجا رسیدم نمیخوام بچم سختی بکشه پس ما اونا هم از دست میدیم چون این بچه ها یاد نمیگیرن که چجوری میتونن به اونچه که میخوان برسن اونا فقط یاد گرفتن درخواست کنن یه نفر دیگه این درخواست رو فراهم کنه میمونه قشر متوسط که بعضی چیزها رو میخرن بعضی چیزها رو نمیخرن اگه هر قشری بتونه به بچهش یاد بده برای رسیدن به یه چیزی باید برنامه ریزی مالی کنه اون وقت موفق میشه یعنی بچه میگه این است با بازی رو میخوام بابا بگه اشکال نداره دو هفته هفتگیات رو جمع کن بقیهش رو من میذارم که بخریم اون وقت بچه یاد میگیره برای رسیدن به یه چیزی باید پولاشو رو جمع کنه ایدیاش رو جمع کنه و اگه کم آورد بابا کمک میکنه نه اینکه بابا قول چراغ جادوه هرچی بچه میخواد بابای فراهم میکنه اینا آسیبه برال هوش اقتصادی یکی از اون هوشهایی که واقعا جامعه ما نیاز داره نوجوانای ما میخوان پولدارشن آیا یه پدر مادر بلدن بهش یاد بدن؟ این مسیریه که قطعا امیدوارم تو برنامه‌هاتون زیاد بذارید تا آدما یاد بگیرن چه جوری میتونن هوش اقتصادی رو به دکتر یه مشکلی که وجود داره اینه که هزینه های آموزش انقدر زیاده که قشر متوسط و ضعیف نمیتونن بچه رو تو کلاس های آموزشی مختلف بفرستن من میخوام بدونم شما به عنوان یه فرد تأثیر گذار در قالب مسئولیت های اجتماعی چه کاری انجام دادید یا برنامه دارید واسه این این که میگین هزینه آموزش خیلی زیاده اتفاقا خیلی هم ارزونه شما تو کشورهای خارجی برای یه دوره موفقیت میدونید چقدر باید پول بدین؟ ایران اصلا مجانیه اصلا هزینه ای نیست یه خانوم برای برطرف کردن چین و چروک صورتش میره کرم میخره دیویس هزار تومن پونسد هزار تومن درسته ولی دارم راجب قشر متوسط و زهی صحبت قشر متوسط این پولو میده و میخره ولی همین مادر اگه بچهش رو بد تربیت کنه حالا چروک چروک میفته رو صورتش هیچ کرمی هم نمیتونه برطرفش کنه از اون طرف خوشبختی آینده تمام اون چیزی که بابایه به خاطرش داره پول در میاره پس اصلا اینجوری نیست که ما بگیم هزینه آموزش بالاست اصلا هر چقدر از اینش باشه نظر من اینه که این پولو بدن یه پیشنهاد میکنم اصلا یه سوال دارم از تمام بینندگان عزیز میخوام سرمایه گذاری یادتون بدم چه جوری سرمایه گذاری میکنین؟ اگه من بیام یک میلیارد تومن بهتون میدم و بعد ده سال دیگه میام پولی که بهتون دادم و هر آنچه که با پول من به دست آوردید رو ازتون میگیرم به من بگین سرمایه گذاری یعنی چی؟ چه جوری سرمایه گذاری میکنین که نتونم ازتون بگیرم؟ چه کار باید بکنم؟ میگه میرم ساختمون سازی میکنم ده سال بعد حسابی پولدار شده ده تا برجم داره خب من میام پولم رو میگیرم و هر آنچه که با پول من به دست آوردن اونم میگیرم پس ده تا برجش هم ازش میگیرم به این سرمایه گذاری نمیگم میگه تجارت میکنم میرم جنس میخرم بعد میرم صادرات واردات میفروشم پولم رو میگیرم تمام جنس هایی که با پول من به دست آوردن اونا رو هم ازش میگیرم اینا سرمایه گذاری نیست چی کار میتونه بکنه که پولم رو نتونم ازش بگیرم؟ آموزش اگه این پول رو ببره رو آموزش سرمایه گذاری میکنه بعد من میام میخوام پولم رو بگیرم خب همه رو درس خونده همه رو یه چیزایی یاد گرفته نمیتونم ازش بگیرم حالا ده سال بعد این آدم رو بردارن ببرن بذارن جزیره آدم خورا دو سال دیگه بیا جادوگر قبیله است بهترین امکانات هم داره پس سرمایه گذاری یعنی آموزش هر چقدر تو این زمینه سرمایه گذاری کنن اصلا شکست نمیخورن منتها چه آموزشی؟ این تیکش خیلی مهمه همینجوری کلاس های علکی بریم بچه‌مون رو بذاریم کلاس نقاشی موسیقی اما و اقسام کلاس ها چون ما نمیدونیم که چه جوری خوشبخت میشه همینجوری برو کلاس ببینیم چی میشه این مسیر غلطه دقیقا اینکه چیکار کنیم چه کلاسی بریم که تو آینده به دردمون بخوره تا این آموزشه سرمایه گذاری محسوب بشه برای همین این مسیر رو قطعا باید بریم شما به عنوان یک فرد پیشرو و شناخته شده که در بحث تربیت کودک و نوجوان خیلی سابقه طولانی دارید کاری کردید واسه این رشت یعنی آیا شده سمینارها و همایش برگزار بکنید با قیمت های خیلی پایین که مردم عادی تر بتونن شرکت بکنن؟ خب قطعا یه سری کلاس هایی داشتیم ما اصلا یه سری کلاس های رایگان داشتیم یه مدت الان هم یه سری برنامه هایی داریم که هر روز یه کلاس یعنی هر روز راجع به مثلا تربیت کودک صحبت میشه منتها هر روز یعنی هفته یه روز راجع به تربیت کودک هفته یه روز راجع به زن و شوهر هفته یه روز اینجا جزء اون کلاسای گرون که نیست نه قیمت بسیار پایین و بعد یه محیط بزرگی رو گرفتیم که آدما میتونن بیان هر جلسه که دلشون میخواد ثبت کنن ما طول هفته رو کلا این برنامه رو ریختیم منتها خیلی مهمه که آدما چه آموزشی ببینن بر همین اساتیدی که انتخاب میشن که بیان اینا رو آموزش بدن قطعا ما داریم برنامه‌ریزی میکنیم موقعی که برایان تریسی اومد ایران و آموزش داد به ایرانیا برای پولدار شدن برایان اومد و بعد از همون راننده پرسید چقدر حقوق میگیری راننده گفت مثلا 1800 میگیرم گفت چقدر خرج میکنی گفت دانشجو دانشگاه آزاد دارم اینقدر پول میدم این 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 جمع زد گفت 2 400 خرج میکنم برایان گفت 1800 حقوق میگیری چه جوری 2 400 خرج میکنی راننده گو خدا میرسونه برایان یادداشت کرد که خدا میرسونه فرداش رفت صبحونه بخوره گارسونه اومد گفت چقدر حقوق میگیری گارسونه گفت دو دیویس میگیرم گفت چقدر خرج میکنی دوباره جمع زد دو شیستت خرج میکنه دوباره گفت چهجوری دو دی... مثلا چار ست حقوق میگیری چجوری انقدر خرج میکنی گفت خدا میرسونه برایان میخواست بره گفت مثلا برای ایرانی ها حرف نمیزنم اینا شعبده بازن اینا خدایی دارن که میرسونه گفت ما مسیحی از این خدا نداریم ما باید دخل و خرجمون ما هم بخونه تا بتونیم زندگی کنیم و خیلی جالبه پدر خانم من همین چند وقت پیش من نشسته بودم داشتم تفریق میگاد حساب کتابشو گفت سه و خورده ای این ماه گرفتم چهار و خورده ای خرج کردم و اینقدر خوشحال بود بعد من همه خانواده هم واقعا ما همه جادوگریم آیا واقعا سیستم اینه؟ خب اینا آسیبه در نهایت سه هزار دلار آدما دادن که برایان سیستمی رو بیاد بده که چجوری پولدارشن آخرش هم گفت پس کنید پس انداز کنیم پولدار میشین. من مجبور شدم بعدش همایش بذارم که آی مردم اصلا این حرف غلطه ما پا شدیم یه نفر رو از اون برای دنیا برای ما آوردیم که با آدما یاد بده چجوری پولدارشن تو شرایط اقتصادی ایران اصلا این راهکارا غلطه برایان که میگه پسانداز کنید 20 سال پیش یه قوطی نوشابه میخرید یه دلار الانم میخره یه دلار این یه دلارایی که پسنداز کنه قطعا پوله که بعدا سرمایه گذاری کنه ولی تو ایران یه زمانی ما با 6 میلیون تومن پراید میخریدیم آدم ها این پولشون رو پسنداز کردن اصلا پولشون شد 10 میلیون تومن پراید شد 20 میلیون تومن اینا دیگه پرایدم نمیتونن بخرن پسنداز کردن غلطه اصلا پسنداز نکنن و این پدر مادر میخوان به بچهشون یاد بدن چجوری پولدار هم همچنان دارن پسانداز کردن یاد میدن خب قلط این سیستما اینا مال ایران نیست پس چیکار کنیم؟ سرمایه گذاری کنیم ما حتی همین و هفته یه روز کلاساشو داریم میذاریم که مردم یاد بگیرن سرمایه گذاری یعنی چی؟ زن و شوهرها بزرگ سال میان هفته یه روز از اون طرف برای نوجوان هم داریم میذاریم نوجوان یاد بگیرن چجوری پول لاشن من همشه تو کلاس نوجوانم میگم تا حالا دیدین یه نفر از بنز پیاده بشه قفل فرمون برداره دنبال یکی بدوه چرا؟ چون اصلا بن سوار یه جور دیگه حرف میزنه حالا بچه ها میخوان پولدار شن ما هوش اجتماعی رو به عنوان اینکه چه جوری پولدار میشید حتی درس میدیم که چه جوری حرف بزن یه پولدار چه جوری حرف میزنه یه پولدار چه جوری آرامشش رو حفظ میکنه بچه ها ولو ادای پولدارا رو در بیارن یاد میگیرن با پدر مادرشون چه جوری حرف بزنن یه پولدار اگه یه خرید فوش نمیده تشکر و قدردانی هم میکنه بچه ها یاد بگیرن هم مادرشون چجوری قدردانی کنن من اگه من بگم بچه ها بیان من یادتون بدم چجوری با پدر مادرتون حرف بزنین هیچکی نمیاد ولی وقتی میگم بیان یادتون بدم چجوری پول دارشین اون وقت میان و در قالب این هوش اقتصادی ما هوش اجتماعی هم درس میدیم اون وقت پدر مادر رو میبینن از وقتی بچهم رفته تو این کلاس چقدر طرز حرف زدنش بهتر شد ما یادشون میدیم خاله میخواد بیاد بغل دستت بشینه خب بلند شو احترام بذار کجا دارن اینا رو یاد میدن باید یاد بدن باید یاد بدن جزء هوش اجتماعی آدم هست. ولی آدما به بهانه پولدار شدن حاضرن خیلی چیزها رو یاد بدن و نوجوانا حاضرن کلاسایی برن که پولدار شن و تو قالب اون پولدار شدن خیلی چیزها رو میشه بهشون آموزش داد از جمله خوشبخت زندگی کردن آقای دکتر بعضی از والدین سوالات این رو مطرح کردن که من بپرسم از شما چون زیاده خواهش میکنم کوتاه جواب بدید که به همشون برسیم خانمی سوال کردن که بچهشون مهد کودک میره دو سالشه و مدام گریه میکنه دو هفته گذشته و هنوز به شرایط عادت نکرده بچه ها از سه سالگی حتما باید برن مهد کودک هوش اجتماعی از سه سالگی شکل میگیره ولی سه سالگی سن عقلی نه سن تقویمی ما تو ایران بچه ها رو جوری تربیت میکنیم که قاعدتا آیکیوشون بالاست یعنی سن عقلیشون بالاتر از سن تقویمیشونه همینجا که من اینو گفتم یه توضیح هم بدم و این آسیبه یعنی بچه دو ساله عملا سه سال است پس همینجا اشکالی نداره بچه بره مهد کودک منتو وقتی سه ساله پنج ساله شد این مثل هفت ساله ها فکر میکنه حالا وقتی 8 ساله شد 9 ساله شد اندازه 14 ساله فکر میکنه از کجا بفهمیم که آیکیو رو بالا بردن یعنی آیکیو بچه بالاتره ببینین دوستاش چند سالشونه بعضی از مادرها میگن بچم با بزرگتر از خودش ارتباط بهتری داره این همونان که آیکیو بالاتری دارن حالا وقتی 9 ساله شد اندازه 13 14 ساله ها فکر میکنه 13 14 ساله ها راجع به چی حرف دوست دختر و دوست پسر پس بچه نه سالش راجع به دوست دختر و دوست پسر حرف میزنه این آسیبشه. بشه هرچی بزرگتر میشه اختلاف این زیاد میشه نتیجه اینه که پسرش 25 سالش میشه ولی سن نقلیش 35 ساله است حالا میخواد ازدواج کنه اصلا نمیتونه با یه دختر 22 ساله ارتباط برقرار کنه میگه اینا بچن اینا نمیفهمن نتیجهش اینه که پسر 25 سالش میره با یه خانم 30 ساله ازدواج میکنه اتفاقی که الان تو جامعه ما داره زیاد در این مورد هم میشنه. اتفاقا سوال کردم بله. این همونه این اتفاقی که داره میفته حالا ما میگیم همکف باشه خیلی از اساتید میگن هم باشه من, من یه چیزی رو متوجه دیگر. نشدم یعنی شما معتقدید که بچه ها تو سنین پایین نرن مهد کودک نه 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 من فقط خواستم بگم چه جوری تو اختلاف تربیتیمون این آسیب ها رو تو آینده میبینیم اگه 25 سالشه قطعا باید بره با 30 ساله ازدواج کنه چرا چون 35 سالشه نه 25 سالش حالا با اون سی ساله راحت تر میتونه زندگی کنه تا با 22 سالهه پس اینجا من مخالفت نمی کنم که یه پسر 25 ساله بره با یه خانمی که 3 4 سال از خودش بزرگتره ازدواج کنه همینجا من میگم مخالفت نمیکنم. ولی قطعا برن پیش مشاور مشاورای اینو باید ببینن و بعد تشخیص بدن پس این اختلاف آی کیو اینهاست حالا مادر رو میبره مهد کودک من فقط خواستم بگم یعنی دو ساله بره مهد کودک چون سن عقلیش 3 سال است منطقه. چه چجوری وارد مهد کودک میشه مهد کودک جاییه که بچهها هوش اجتماعی رو باید تمرین کنن نه الف برو بچه ها لازم نیست الف ببخونن الف علت برو... این گریه کردن چیه طبیعیه کاملا الف برو تو مدرسه میخونم اشکال نداره مهده کودک فقط فضاییه که یه مش بچه با هم دیگه ارتباط برقرار کنه بچه باید یاد بگیره تو مهده کودک با بچه های دیگه ارتباط برقرار کنه مهده کودک بهترین فضاست برای این کار حالا مادر بچهش رو میبره مهده کودک بعضی از مهده کودک ها میگن مامانه هم بشینه بعد مامانه نشسته بچه هم بغل دستشه ارتباط مامانه با بچه هنوز برقراره برای این بچه میگه مامان ببین دارم این بازی رو میکنم ببین این کار رو میکنم مامانم هم میگه آفرین بارک الله نتیجهش اینه که هیچ وقت این بچه با بچه های دیگه ارتباط برقرار نمیکنه راهکار بچه رو ببرن مهد کودک و روبروی اتاق بازی اونجا بشینن بعد ارتباطشون با بچه کلا قطع یعنی بچه نمیخواد بره تو اون اتاق نره مامانه یه کتاب ببره کتابشو بخونه هر دفعه بچه صداش کرد مامانه میگه هیس دارم کتاب میخونم سرش هم بر نمیگردونه ظرف دو ساعت بچه حوصله‌اش سر میره حالا اتاق روبرویی دارن بازی میکنن پس بچه میاد دم در هی اونا رو نگاه میکنه نتیجهش اینه که ظرف دو روز سه روز بچه میره تو اون اتاق روبرویی بازی میکنه ولی اگه بیاد دم در بعد بگه مامان ببین منظورش اینه که ببین من دارم میرم تو این اتاق بازی میکنم بعد مامان سرش رو بلند کنه بگه آفرین باری که داری بازی میکنی نتیجهش اینه که اون وقت اون بچه هی میاد دم در که مامان ببین یعنی ارتباط با مامانه دوباره برقرار شده راهکار بچه وقتی رفت او اون اتاق بازی کرد اومد دم در که هی مامانش رو صدا کرد مامانه کتابش رو بخونه سرش بلند نکنه یعنی میگه ایس دارم کتاب میخونم این باعث میشه بچه بفهمه رابطهش با مامانش قطعه پس باید بره با بچه های دیگه ارتباط برقرار کنه اگه این سیستم رو پیاده کنن ظرف یک هفته مشکل حله پرسیدن که فرهنگ رفتن پیش دکتر روانشناس یا مشاور زیاد در جامعه ما وجود نداره درست میگن حتی جامعه ما میگن خود روانشناسا روانی ان بعضی هم همین حرفا رو دارن میزنن چرا بدون تاریخ تقصیر ماست ما نتونستیم اون جایگاهی که لازم داریم رو به دست بیاریم اگه ما حرف برای گفتن داشته باشیم آدما احساس میکنن نه میرم پیش مشاور اتفاقا حرفای خوبی میزنن این آسیب مال اون مشاوراییه که بلد نبودن چیکار کنن حالا مون ما با قشرهای جدید روبرو هستیم که اتفاقا اطلاعات زیادی دارند و بعضی ها حتی روانشناس نیستن ولی تو این زمینه حرف برای گفتن دارند. آنتونی رابینز دیپلمه است ولی موفقیت درس داد و شد مشاور 80 تا رئیس جمهور دنیا تا اینجا پیش رفت برای همین الان تو دورانی زندگی میکنیم که اتفاقا روانشناسی داره جایگاه خودش رو به دست میاره آسیب اونجاست که یه عده که تخصصش رو ندارن بلد نیستن تو این زمینه دارن حرفهایی رو میزنن که آسیب میزنه اگه روانشناسا حرف برای گفتن داشته باشن و آدما که میان پیش مشاور احساس کنن مشاوره چقدر بهشون کمک کرد دیگه از این حرفا نمیزنن اون وقت میرن میگن که من رفتم پیش این مشاور اتفاقا حرفاش خیلی هم خوب بود و تو زندگی من خیلی تاثیر داشت اون وقت روانشناسی تو جایگاه خودش قرار میگیره مرسی سوال کردن که چیکار کنیم رابطه زناشویی بعد از ازدواج گرم بمونه خیلی ها این سوال پرسیدن آقای دکتر که روابط بین همسرا با هم دیگه یعنی شوهر و با همسرش یا برعکس سرد شده و این ارتباط وجود نداره دو نفر با هم نامزد میکنن هنوز ازدواج نکردن نامزدن بعد خانم زنگ میزنه به شوهرش به نامزدش میگه داشتم رد میشدم شونم خورد به این قاب عکس افتاد شکست سوال منه فکر میکنین نامزده پای تلفن چی میگه چی میگه میگه خب چیکار کنم میگه قربونت برم فدات بشم اشکالی نداره همین امروز اصل میام که بریم یه قاب جدید بخرم بعد اینا میرن قاب رو بخرن واقعا فکر کردین قاب عکس اولی میخرن میرن اینا سه رسول اصلا سه تا مغازه میرن بعد میگن اونم ببینیم حالا که اومدیم بیرون بریم شام بخوریم یعنی چی؟ یعنی اینا قاب خریدن رو بهانه میکنن برای اینکه با هم وقت بگذرونن. اینا دوست دارن پیش هم دیگه باشن، وقتشون رو با هم بگذرونن. این اون احساسیه که احساس کردن همه عمرم رو میخوام در کنار تو باشم. چون از اینکه با تو وقت میگذرونم لذت میبرم. حالا اینا ازدواج کردن ده سال بعد از زندگی. خانم زنگ میزنه به شوهره میگه آره شونم خورد قاب عکس شکست. اون وقت شوهره چی میگه؟ شوهر میگه به درک که شکست هزار تا کار دارم زنگ زدی که یه قاب عکس شکست بعد خانمه میگه خب اصری زودتر بیا بریم قاب بخریم شوهر چی میگه بی خود حالا ببینیم کی می خریم بعضی ها میگن لامپ توالتمون سوخته خانم لامپ هم خریده شوهر فقط باید این لامپ ها عوض کنه یه ماه طول میکشه هنوز نمیرسه عوض کنه چرا بعضی از آقایون مسئولیت پذیرتر شدن الان ازدواج کردم بچه دار شدم بیشتر باید کار کنم که چی بشه که زندگی بهتری داشته باشم بخشی از آسیب ها اینجوری شروع میشه بعد از ده سال از زندگی چی فراموش میشه اینکه که وقتم رو با تو میگذروندم و لذت میبردم این اون چیزیه که داره فراموش میشه یه داستان بگم که خوب یاد بگیرن پدر مادر یه خانواده خوشبختی بودن یه دختر شش ساله داشتن به اسم کیمیا یه روز کیمیا کتاب داستانش رو میاره پیش باباش میگه بابا میشه میاره پیش مامانش میگه مامان میشه این کتاب رو برام بخونی مامانه میگه نه تو پس خونه هزار تا کار دارم برو بده بابات بخونه میبره پیش باباش میگه بابا میشه این کتاب بخونی باباه میگه نظم کارای اداره رو وردم خونه انجام بدم چون میخوام شماها رو خوشبخت تر کنم میخوام خونه بزرگتری بخرم ماشین بهتری داشته باشم پول بیشتری پیدا کنم که چی بشه که شما خوشبختتر بشین وقت ندارم بخونم کیمیا کتابشو باز میکنه عکساشو نشون میده میگه ببین چه عکسای قشنگیه اقلا یه دونشو برای خودت بخون ولی بلند بخون منم بشنوم بابای میگه برو سر جا دراز بکش وقت کارم تموم شد اون وقت یکیشو میخونم تو هم بشنوی کیمیا میره سر جاش دراز میکشه و صدای خوندن داستان پدرش رو نمیشنوه چون این باباها همیشه کار دارن اینا کارشون تمومی نداره فردا زور از اون محته کودک با بابا تماس میگیرن میگن بچه شما دم در مهد کودک نشسته بود راننده ای که نتونست ماشینش رو کنترل کنه با بچه تون تصادف کرد بچه تون مرده بیا جسدش رو تحویل بگیرید سوال من نه فکر میکنید اون پدر شب اولی که بچهش رو از دست داده تو خونه داره چیکار میکنه داره فکر میکنه کاش خونه بزرگتری خریده بودم نه داره فکر میکنه کاش ماشین بهتری داشتم کاش پول بیشتری تو بانک داشتم نه کتاب رو باز کرده در حالی که لبهاش میلرزه با صدای بلند میخونه یکی بود یکی نبود زندگی یعنی چی؟ واقعا زندگی یعنی چی؟ این باباها دارن چیکار کار میکنن؟ اسمشو گذاشتن زندگی چی رو داریم از دست میدیم و به جاش چی رو به دست میاریم؟ زندگی همون کتاب خوندن برای بچه همونه همون قاب عکس خریدن برای خانومش کار کرده اون روزی که این آدم مرد محلی که داره کار میکنه حد اکثر یه روز طول میکشه یه نفر رو بذاره جاش ولی همسرش بچه هاش تا آخر عمر نبودنش رو احساس میکنن آدما زندگی کردن یعنی با همون کتاب خوندن برای بچه تو. یعنی دست هم دیگر رو بگیرید برید توی پارک قدم بزنید زندگی همین وقتی آدم ها هفتاد سالشون شد ازشون میپرسن چی کار کردی تو این زندگی اسمشو بذاری زندگی فکر میکنین چی تعریف میکنه واقعا از شما میپرسم هفتاد سال زندگی کردین 20 سال زندگی کردین خانم که اصلا 20 سالشون بیشتر نیست همین 20 سالی که زندگی کردین چی کار کردین اسمشو بذارین زندگی اون چیه که میتونین تعریف کنین بگید این کارو کردم زندگی کردم واقعا چی؟ وقتی من اینو میپرسم آدم میرن تو خاطراتشون ما یه سری خاطرات خوب داریم یه سری خاطرات تلخ داریم خاطر تلخ اسمی زندگی نیست هیچکس نمیگه مادرم مرد زندگی کردم میمونه خاطرات خوشمون یعنی چی؟ یعنی وقتی از آدم بپرسن تو این هفتاد سال چی کار کردی اسمشو بذاری زندگی خاطرات رو مرور میکنه راهکار آی آدم ها هفتاد سالتون شد چی کار کردید برای زندگی مگه خاطرات خوشتون رو مرور نمیکنین پس تا میتونید خاطره خوش بسازید با همسرتون با بچهاتون این یعنی زندگی پس اون چیزی که ده سال بعد از زندگی داره فراموش میشه اینه که وقتم رو با کسایی که دوستشون دارم گذروندم و یه خاطره خوش ساختم اینو اگه همیشه پیاده کنیم احساس میکنیم همیشه داریم زندگی میکنیم بعضی از مادرها با اینکه از شر بچه سه سالشون راحت بشن بچه رو میشونن جلو تلویزیون سی کارتون میذارن میگن تو بشین کارتونتو نگاه کن من از شرت راحت بشم برم به کارام برسم پای تلفن پای... پای, تلویزیون هر چیزی حالا خانم به با پامش میره دیگه نتیجش اینه که این بچه یاد میگیره 6 ساعت تو روز جلو تلویزیون باشه حالا بچه بزرگتر شد تلویزیون رو حذف میکنن تبلت میذاره جاش این همون سیستمه کی یادش داد حالا اگه مامانه بگه تلویزیون بسه بابایه بگه بیا با هم کشتی بگیریم من قول میدم هیچ بچه ای نمیگه نه نمیخوام میخوام کارتون نگاه کنم باور کن بچه ای میره با باباش کشتی میگیره پس پدر مادر که با بچه وقت صرف نمیکنن کنن بچه ها یاد میگیرن وقتشونو با چیزهای دیگه ای پر کنن این روال تا بزرگ بشن ادامه پیدا و خود پدر مادر الان همش سر دقیقاً. از اون طرف خود پدر مادر هم نشستن دارن این کار رو انجام میدن همه اینا آموزش به بچه هاست حالا راهکار آسیب های جدی داره بس. قطعا آسیب داره همین که بشینن یه جا سرطان زیاد میشه سکته زیاد میشه چربی خون کلسترول همه همین مال همینه اگه این بچه بلند شه تکون بخوره زمان قدیم سکته خیلی دیرتر انجام میشد چرا چون بازی های نشستنی نبود بچه ها میرفتن تو کوچه و خیابون انقدر می دویدن، میپریدن هوش فیزیکی بالا میرفت رابطه ذهن و جسم تقویت میشد حالا این ذهن بلد بود غذایی که میخوره رو بهتر هضم کنه ولی الان بازی ها نشستنی شده این ذهن رو بدن دیگه کار نداره داره کارهای ذهنی انجام میده نتیجهش اینه که آدما دانشمندتر شدن ولی چهل سالگی دارن سکته میکنن چون اون ارتباط هست شده بر همین هر چقدر بتونیم این موبایل و تبلت و اینا رو بچه بگیریم و بچه بدو بپره براش بهتره چه جوری این کارو بکنیم اما مهمترین قسمت اینه بابا بچهشو ورداره با هم بریم استخر اون وقت بچه حاضره بیاد ولی اینکه به بچه بگیم تبلت نه برو یه برای خودت بپر خب نمیره فقط بیش فعالا این کارو میکنن بیش فعال حاضرن انقدر بدو هم بپرن ولی بچه معمولی ها حاضر نیستن تنهایی برن این کار بکنن اگه بتونیم بازی های گروهی بازیهایی که پدر مادر هم توش باشن بیشتر کنیم بچه ها تمایلشون بالا پس این توجه بین افراد خانواده باید بیشتر قطعا بیشتر باشه. آقای دکتر سوال کردن و گفتن که چطوری میشه با یه آدم پرتوقع که رابطه فامیلی نزدیکی با ما داره کنار بیاییم آدم های پرتوقع و توقع دارن که آدم ها خیلی کارها رو واسه شون انجام بدن من نمیگم این کار رو نکنن اگه میتونین ببینش پیش مشاور اگه ما به خانومه فرزن به خانومه میگیم فداکاری تو بیشتر کن اون وقت شوهر پروتر میشه چون احساس میکنه دیدی من دو تا فوش دادم آدم شد حالا داره این کار میکنه پس آسیب میزنه نمیشه به یه نفر گفت چون راهکارها همه فداکاران است هر دو طرف باید فداکاریشون رو بالا ببرن ولی قطعا باید برن پیش مشاور مشاور توضیح بده برای اون پرتوقعه که بگه اگه داره با این فداکاری رو انجام میده اسمش فداکاریه تو باید قدر این فداکاری رو بدونی اگه اون قدر فداکاری رو ندونه فداکاری ها اونقدر ارزش نداره قطعاً مراجعه کنن پیش مشاور چون هر راهکاری من بخوام بگم فداکاران است آقای دکتر نظر شما رو میخوام بدونن در خصوص مدارس دولتی و غیر انتفاعی کدوم رو تایید میکنید؟ راستش رو بخواین هیچ فرقی نمیکنه اون چه که تو مدرسه داره آموزش داده میشه حد و مشتق و انتگرال من از آدما میپرسم چهار سال رفتین دبیرستان حد و مشتق و انتگرال رو یاد گرفت بعد میرین دانشگاه دوباره اونجا حد و مشتق و انتگرال یادشون میدن سوالم ازتون اینه از وقتی مدرک گرفتین کدومتون یه دونه حد گرفتین کدومتون کدوم زن و شوهری دعواشون شد به همسرش گفت یه دقیقه صبر کن من برم انتگرال اینو بگیرم میام جواب تو میدم به چه دردشون خورد این حد دو مشتق و انتگرال آدما عوضی گرفتن زندگی کردن یه چیز دیگه است زندگی کردن رو تو مدرسه یاد نمیدن حالا این زندگی کردن و زن و شوهر باید خودشون یاد بدن به بچهشون میمونه حد و مشتق انتگراله حالا مدرسه دولتی حد و بهتر درس میده یا غیر انتفاقیه اونقدر فرق نمیکنه چون تو آیندهش اونقدر تاثیرگذار نیست ولی بچه هایی که تو اون مدرسه هستن بسیار تاثیرگذارن یکی خونش تو منطقه بالای شهره حالا بره منطقه بره مدرسه دولتی خب این مدرسه دولتیه تو همون منطقه است بچه های همون منطقه هم تو این مدرسه دارن میرن و بچه این با همون بچه ها داره بیرون بازی میکنه ارتباط داره خب این تعیین کننده است حالا یه نفر میگه نه من جنوب شهر زندگی میکنم ولی بچه‌مو میبرم توی غیر انتفاعی شمال شهر این که آسیبش بیشتره چون بچه شرایط زندگیش یه چیز دیگه است بعد میره اونجا عید که میشه همه بچه ها میان میگن آره ما داریم میریم ایتالیا اون یکی میگه ما میریم فرانسه اون میگه کجا بعد این چی بگه بگه ما داریم میریم شاب نمیتونه تعریف کنه اینا رو بعد آسیب میبینه پس تو هر منطقه ای که هستن تو همون منطقه برن مدرسه خاطره های بچه ها از مدرسه چیه واقعا چی از شما میپرسم خاطرتون هم مدرسه چیه به چی فکر میکنی؟ زنگای تفریح جز خاطرات خوش اردوها اون روزی که همه رو جمع کردن از این مدرسه بردن بیرون خاطره خوش معلم ها رو اذیت کردیم خاطره خوش دیگه چی؟ اینا میشه خاطراتمون از مدرسه کی خاطرش درس خوندنه؟ واقعا کی؟ وقتی میگین خاطر ادم مدرسه چیه؟ هیچ که یاده درس خوندن نمیافته. برای همین خاطره مدرسه این مسافتی که با مامانم میرفتم مدرسه صبح منو میبرد مدرسه میومد دنبالم بر می گشتیم. اون روزایی که برف اومده بود تو راه مدرسه با مامانم برف بازی میکردم این بسیار تعیین کننده است پس اینقدر بچه ها رو ور ندارن توی مسافت طولانی ببرن یه جای دیگه مدرسه چون این مدرسهش بهتره نظر منو میخوان یه مدرسه دولتی نزدیک خونشون ولی صبح با هم برن مدرسه و با هم بیان این جزء خاطرات آقای دکتر هست. اینطوری هستش که بچه‌هایی که تو مدارس دولتی میرن روابط اجتماعی بهتری دارن عملا فرق نمیکنه یعنی اینطوری نیست تو مدارس غیر انتفاعی یه مقدار بچه ها رو بدادت بکنن چه نسبت به نمره دادن چه نسبت به نمیدونم سرویس ها و امتیازایی که به بچه ها میدن اینا خوبه خوب. واقعا یا اینکه بچه ها رو بعدا بدادت میکنه پر توقع میکنه و اینا میان وارد اجتماع واقعی میشن میبینن اصلا این خبرها نیست قبول مدارس اگه حد و مشتق و انتگرال درس میدن هیچ فرقی نمی کنه این تیکه که شما دارین میگین یعنی به اونچه که اونا درس میدن ربطی نداره این همونیه که ارتباط معلم ها با بچه چیه بچه ها با همدیگه چیه در نهایت بچه میخوان ببرن توی مدرسه نظر من اینه که برن از بچه های اول ابتدایی بپرسن که با معلمشون ارتباطشون خوبه یا نه اگه از هر ده تا بچه نه تاشون گفتن آره معلم خوبی داریم مدرسه خوبیه ولی اگه از ده تا بچه سه تاشون گفتن نه معلممون خوب نیست قطعا بچه رو مدرسه نبرن چون رابطه این معلم با بچه بسیار تعیین کننده است مخصوصاً اول ابتدایی از خود آدما من میپرسم از شما میپرسم از معلماتون کدومشون یادتونه بیشتر یادتونه معلم های دبیرستانتون یا اول ابتداییتون اکثر آدما معلم اول ابتدایی یادشونه این معلم بسیار تاثیرگذاره اگه معلم اول ابتدایی علوم رو بهتر درس بده حتی این بچه ها در آینده میرن دکتر میشن اگه معلم اول ابتدایی ریاضی رو بهتر درس بده بچه ها بعدا مهندس میشن پس این ارتباطه بین معلم بچه ها و اون خانواده ای که تو مدرسه تشکیل دادن این ارتباط بسیار مهمتره. حالا دولتیه یا غیر انتفاعیه اصلا فرق نمیکنه مهم تر حرف زدن معلم با بچه هاست مونتا تو مدرسه دولتی سطح پایین نازم بچه رو هل میده میگه اوهوی چرا این کاری میکنی؟ دو تا فوشم میده خب این آسیبه تو مدرسه غیر انتفاعیه خب میگه آقای فلانی از شما انتظار نداشتم این حرکت زشت رو انجام بدی قطعا طرز حرف زدن تاثیر گذاره حالا ممکنه توی مدرسه دولتی معلمه با بچه ها خیلی خوب حرف بزنه همین مدرسه خوب محسوب میشه در مورد دروغ گفتن بچه ها خیلی سوال کردن گفتن علت چیه که بچه دروغ میگن بعضی بچه ها خب اوکی بچه داره رد میشه پاش میخوره به لیوان آب لیوان آب میریزه بعد مامانه میاد میگه کی این لیوان آب ریخته بچه میگه من ریختم درست؟ حالا اگه مامانه بیاد داد بزنه بگه کی این لیوان آب ریخته؟ اون وقت بچه میگه بابا ریخ من نریختم چرا دروغ میگه؟ یعنی ما باعث میشیم که بچه دروغ چرا دروغ میگه؟ چون میگه مامان دوست نداره اونی که این لیوان آب ریخته و بچه میخواد مامانش دوستش داشته باشه پس دروغ میگه که منو دوست داشته باش این یه دلیل دروغ یه دلیل دیگه دروغگو اینه که بچه ها زیاد حرف میزنن بعد بچه میاد حرف میزنه مامانش میگه اه بسته تو هم چقدر حرف میزنی بچه یواش یواش میبینه مامانم به حرفای من اهمیت نمیده نتیجش اینه که یه روز از مدرسه میاد میگه امروز دوستم اومد بره اونور خیابون پفک بخره یه تریلی رد میشد لهش کرد مامانه چی میگه فوری میگه چی چی شد یعنی گوش میکنم ولی همینجوری رو گوش نمیکنم باید یه اتفاق خاصی تو مدرسه افتاده باشه تا من گوش کنم نتیجهش اینه که بچه فردا هم مدرسه میاد میگه معلممون داشت درس میداد فضایی تو پنجره اومدن بردنش این بچه مجبور میشه هر روز یه داستان تعریف کنه فقط برای اینکه مامانش بشینه گوشش گوش کنه همینم یه آسیب حالا راهکار چیکار کنیم دروغ نگن بچه وقتی چیزی رو تعریف میکنه و احساس میکنیم دروغ میگه اون وقت مادر میتونه بگه اصلا خوشم نمیاد این حرف رو بشنفم یعنی نشون میده اونقدر توجه نمیکنم. ولی بچه داره حرف میزنه و راستش رو میگه حتما بشینه توجه کنه یه وقتی بچه ها خیالاتشون رو تعریف میکنن اون وقت مامان بگه عزیزم بگو خیال کردم که یه اسب شاخدار اومد این کار رو کرد بگو خیال کردم و اون وقت مامانه بشینه گوش کنه بچه بیاد بگه مامان رویا پردازی کردم که این اتفاق هیچ اشکالی نداره ولی بدونه که کافیه. مخاطبش متوجه گوش میکنه بره. به رویا پردازی هم گوش میکنه اون وقت نیاز نداره دروغ بگه یه موضوعی هم که آقای دکتر خیلی باش دارن دست و پنجه نرم میکنن اینه که بسیاری از مادرها با بچه هاشون مخصوصا با پسر بچه ها دعوا دارن هر روز سر درس خوندن و انجام تکالیف و اینجور چیزها و حتی دعوای اینها موجب میشه که رابطه مادر پدرم با هم خراب بشه یعنی من سالها پیش از شما شنیدم که فرمودید مادرها برای بچهشون معلم نباشن فقط مادری بکنن برای بچه هاشون اینم یه توضیح کوچیکی بفرمایید لطفا. خواهش میبارم. این اینم یه مثال میزنم. اگه شوهر یه کیلو بادام جون بخره، بیاره بده به خانومش بگه پوست بکن. بعد خانومش شروع کنه پوست کردن، شوهر بالا سرش بشینه نخ بزنه. این چه وضع پوست کندنه؟ بلد نیستی بادام جون پوست بکنی؟ فرداش یک کیلو بادام جون میخره، میاره پوست بکنه، بعد میشینه نخ میزنه. پس خونه مامان چی یاد گرفتی؟ همه گوشتاشو کندی؟ دوباره فردا یه کیلو بادام جون میخره، نق بزنه. سوالم از اینه. کی همه بادام رو جلوش؟ میگین خودت پوست بکن من دیگه پوست نمیکنم کی خیلی از خانم میگن همون روز اول بادمجون اول ماماناشون اقلا یه چند سالی تحمل میکردن ولی الان با این قش در ارتباطی منظور من چیه این همون کاریه که با مشق بچهشون میکنن بچه هر روز داره مشق مینویسه مامان بالا سرش میشینه نق میزنه این چه وضع مشق نوشتنه چرا بد خط نوشتی بعضی از مامانا پاک میکنن بعضی از مامانا مشق پاره میکنن میگن دوباره بنویس نتیجهش اینه که یواش یواش بچه درس و مشق میذاره جلوی با... مامانش میگه خودت مشق بنویس من دیگه مدرسه نمیرم من دیگه درس نمیخونم این مادر پدران که دارن درس خوندن و به بچهشون زهر مار میکنن یعنی فشار بیش از حد نتیجه برعکس میکنه. دقیقا آسیب میزنه راهکار مامانه کتاب بیاره تو یه ساعتی کتاب بخونه بگه عزیزم من دارم کتابم میخونم تو هم بیا مشق تو بنویس همین بعد بچه پا مامام مام، بابا کتابشون رو بخونن بچه هم مشقشون مینویسه یه ساعت مطالعه تعیین شده بچه های یواش یواش تو یه ساعتی میشینن مشقشون می مینویسن بعد تشویقای پدر مادر که قربون تو برم آفرین ولی هی دخالت نکنن ببینم کلمه رو چرا اینجوری نوشتی چرا گنده گنده نوشتی معلمت گفته پنج خط دیکته بنویسی تو گنده نوشتی تموم کنی این دخالت ها رو کم کنن ولی لذت درس خوندن رو بالا ببرن اگه ما تونستیم لذت درس خوندن رو به بچه ها بدیم بچه های درس خون تربیت میکنیم اگه لذت نماز خوندن بدیم بچه های نماز خون تربیت میکنیم اگه لذت زندگی کردن بدیم بچه ها دوست دارن با پدر مادرشون زندگی کنن آقای دکتر خیلی ممنونم خیلی لذت بردم از صحبت های شما سلامت باشین منم تشکر میکنم از شما مرسی نور و روشنایی همیشه در چند قدمی است به شرط آنکه از تاریکی وحشت زده نشد